سلام سینما جشنواره را متفاوت دنبال کنید. در کنار ریحانه پارسای عزیز هستم. بازیگر خیلی خوب. فضای جشنواره چطور دیدیم امسال؟ امسال واقعیتش اول سلام عرض می‌کنم. خیلی فضای به شدت به نظر من برای فیلمی که شرکت کرده بودن سخت و جذابی بود. من تا جایی که تونستم سعی کردم فیلمی رو دست ندم و بتونم تمام فیلمایی که توی جشنواره بود مخصوصا تو بخش صدای سیمرغ رو ببینم. همه فیلم رو دیدی؟ فرصت نشد واقعیتش، یعنی سانس خورد. ولی متری شیش و نیم رو دیدم، حمال طلا رو دیدم و تیغ و ترمن رو فکر کنم دیدم. کدوم رو بیشتر دوست داشتی؟ من توی مصاحبه هم قبلا گفتم متری شیش و نیم به نظر من واقعا حقش بود که این عنوان رو بگیر و امشب واقعا خوشحال شدم براشون. تو اختتامیه چرا شرکت کردی؟ ببینید، این که به هر حال به نظر من چیزی که من جذب کرد که امشب بیام اینجا این بودش که کاندیداها خیلی گزینه‌های درستی بودن و چیزی که فکر می‌کردم شد. دلم خواست واقعا بیام و یعنی بنزی یه دستم که شد دست بزنم برای کسایی که حقشون بود و جایزه گرفتن. من همینجا واقعا تبریک میگم به خانم شاکر دوست. الان داشتیم صحبت می‌کردیم، گفتم کسی که تغییر براش اتفاق می‌افته، کسی که دنبال تغییر مستحق اینه که تشویق بشه. واقعا خسته نباشید میگم و همینطور آقای شکیبا. پس از برنده شدن سیمرغ الناز شاکردوس بیشتر از همه در واقع خوشحال شدیم؟ به هر حال ما خانوما این حس و نسبت به هم دیگه دارین دیگه، حس خوبیه واقعا و به نظر من مستحق این جایزه و این اتفاق بودن. پیشنهاد جدید داری؟ پیشنهاد جدید الان سر کارای تئاتری هستم که به زودی حالا خبرش در میاد و اجرا میره و یه کار کوتاه خودم ساختم، یه ذره مشغوله اونم، سرگرمم حالا با تدوینش و اتفاقاتش. خدا قوت میگم بهت. یه حرف با سلام سینما. سلام سینما چی بگم نمیدونم. به نظر من خودم هنوز فقط مخاطب سینما میدونم. هر چقدر انرژی خوبتری سمت آدم‌های این حرفه بیاد، اینا هم دلگرم‌تر میشن که اتفاقات قشنگ‌تری رو برای آدم‌ها رقم بزنن و لحظه‌های بهتری رو بسازن. هر چی به نظر من این کامنت‌های بد کمتر، هر چی یه چیزایی که به نظر من نه نقد اصولی که حرف دیگه 100% سلیقه‌ای نباشه، نامهربونی یا جدی‌تر اگه بخوام به این فضا نگاه بکنن، کامنت‌ها میتونه سازنده‌تر باشه و اتفاقات بهتری در راه باشه. امیدوارم. ممنونم ازت. سلامت باشید. سلام سینما، بزرگترین مرجع سینما.